أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله الحكيم في مبرم القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خب اینجا در حال غروب ماه رمضان، روز اول ماه رمضان هستیم و اولین روز ماه رمضان تمام شد. همینطوری که اولین روز تمام شد، آخرین روز هم به زودی تمام می شود و لذاست که از همین الان که در آستانه افطار روز اول هستیم، می خواهم یک هدیه خدمت شما تقدیم بکنم و اون این که ما روایت داریم در هر افطار هر شب ماه رمضان یک دعای 100% مستجاب هر روزه‌دار در نزد خدا دارد. لذاست که 30 حاجتی که خیلی مهم هست برای شما، اونها را انشاءالله برنامه‌ریزی بکنید که هر شب یک حاجت را از خدا بخواهید. این هدیه. ولی اون چیزی را که خدمت به عرض می‌رسانم این است که یک داستانی است که همیشه در اوائل ماه رمضان من میخواهم به دیگران این داستان را بگویم که انشاءالله از همین اول جلو ضرر را بگیریم. داستان طوری است که حالا من در این لاین دیگه نرفتم، نیفهم که ما را میتن یا نمیتن، فکرم نشد. داستان توریست که میگوین در زمان یکی از شاهان خیلی مقتدر و که سرزمین های خیلی زیادی دارد، تصمیم گرفت به شکار برود. حالا این داستان واقعی است یا غیر واقعی کار نداریم، مهم پیام این داستان هست. بله الحمدلله راه دادن. ببینید بعضی چیزها و صبر و حوصله و احترام را باید از اینها انسان یاد بگیره. یعنی من بدون لاین آمده بودم ولی خیلی ده‌ها ماشینی که پشت سر بود و وقت مزدحمان بود، وقتی من چراغ اشاره را زدم شاید بچه‌ها دیدن راه دادن. اینهاست که از انسانیت و از فطرت انسان هاست و باید از همه اینها ما درس بگیریم. نگیم کافر هست، هر چیزی که هست، هر چیزی که اون عقل انسان و فطرت الهی اجازه میدهد و اخلاق حسنه، ما باید بگیریم از هر کسی باشد. اینها باید در ما باشد بیشتر. به هر حال خب به شکار رفت با یک عده افراد زیادی. آهویی را ظاهرا دنبال کرد، رفت و رفت و رفت. یک وقت شد که اون نگهبانان و افرادش هم از او غافل شدند و در وسط جنگل یک وقت احساس تنهایی کرد. خب حرکت کرد این طرف اون طرف، شب تاریک شد و خیلی هم در روز این طرف اون طرف راه رفته بود و گرسنه و تشنه. نزدیک هلاک شدن بود که یک کشاورزی این رو پیدا کرد. این کشاورز این شاه را با این که نمیدانست شاه هست، کشان کشان به یک وضعی برد به خیمه خود یا بر خانه خود و غذا برش آورد، لباس راحتی آورد، جای خواب مناسبی بر این شاه داد و از او به نحو احسن پذیرایی کرد. و وقتی پذیرایی تمام شد، صبح که بیدار شدن، شاه گفت من شاه مملکت هستم
و این پذیرایی تو رو من باید جبران کنم. خب این کشاورز این را تا اون جایی که راه را پیدا میتوانست برد و زیاد هم پشت این نگشت، کار خودش را میکرد. بعضی از فقرای ما، بعضی از کسانی که همتشان بلند هست، زیاد دنبال این نیستن که این مهمان کی هست. مهم انسانیت بر اونهاست، نجات انسان بر اونها مهم است. خب وقتی که در یک منطقه رسان که این توانست راهش رو پیدا بکند، زیاد دنبال حرف شاه نگشت تا مدت‌هایی. بعد از مدت‌ها یک روز این کشاورز مسیرش به شهر افتاد، کاری داشت. در اونجا یادش آمد که خب همچین قضیه هم بود، حالا راست باشه دروغ باشه، رفت در دربار شاه گفت همچین قضیه‌ای رخ داده، حالا نمیدانم این درست است نیست. به شاه مملکت اطلاع دادن، شاه خیلی خوشحال شد، خودش آمد دم در، از این کشاورز پذیرایی کرد، احترام کرد و خیلی با خرسندی اون رو در داخل قصر برد، در پهلوی خود نشاند و بعد گفت تو جان من رو نجات دادی و چند ساعت من مهمان تو بودم و همه چیزی که داشتی در اختیار من قرار دادی، حالا من هم میخواهم جبران بکنم به تعداد ساعاتی که من در خانه تو بودم و از نعمات تو بهره‌مند شدم، به همون تعداد ساعت من میخواهم تو را در گنجینه خود، در خزانه خود بفرستم و هر چیزی که دلت میخواهد بردار. این کشاورز خیلی خوشحال شد، مأموری را با این کشاورز فرستاد، در خزانه باز شد، یک خزانه سر به فلک کشیده، طلاها، جواهر، همه چیز. این کشاورز چشمش برق انداخت به طلا و جواهر و اینها، گفت از این بر میدارم، از این بر میدارم، از این بر میدارم. یک وقت دید در اون گوشه این خزانه یک سفره مفصل غذا هست و غذا، انواع و اقسام غذاها رو اونجا چیندن و آراسته کردن. این هم که از راه دور آمده بود و خسته و تشنه و گرسنه، گفت خب بهتر است که من از این غذاها میل کنم تا یک انرژی و قوت بگیرم و این خزانه رو کاملا همه رو بگیرم. رفت از این غذا، از اون غذا، از این میوه، از این میوه، از اون نوشیدنی، از اون نوشیدنی، خیلی تا توانست خورد، چون در عمرش اینطوری نبود، فرصت رو پیدا نکرده بود. وقتی شکم پر شد، معمولا شکم که پر می شود دیگه احساس خستگی و خواب انسان دست می دهد. خب احساس خستگی خواب برایش دست داد و آمد و گفت یک جای استراحتی بکنم. دید در گوشه قصر یک جای بسیار زیبایی برای خواب هست. رفت و این جای زیبا رو پیدا کرد، تخت خیلی آرام و نرم. این تخت آرام نرم رو گرفت و گفت خیلی خوب است، حالا خسته شدیم یک مقدار استراحت کنم. و بعد استراحت که کردم با انرژی کاملتر بتوانم خیلی خوب بهره برداری بکنم. در این تخت نرم، این هم شکم پر، خسته و گرسنه و تشنه، یک خواب خیلی راحتی کرد. خواب راحتی را که تمام کرد، در حال خواب بود، یک وقت نگهبان قصر آمد این را از خواب بیدار کرد، گفت که اون فرصت 10 ساعته یا 12 ساعته یا 8 ساعته، حالا نمیدانیم، اون فرصت تمام شد و تو دیگه باید از این قصر و از این خزانه بیرون بروی و هیچ حق نداری که حتی یک خس، یک پشیزی را به اصطلاح ما از این قصر ببری. این داستان شاید واقعی نباشد، شاید هم واقعی باشد، کاری نداره، ولی پیامش برای ما این هست که
ماه رمضان هم همینطور هست. همینطوری که امروز یک روزش گذشت، 30 روز دیگهش هم تمام می شود. و معلوم نیست که سال دیگر ما زنده باشیم نباشیم، از این استفاده بکنیم نکنیم، ولی قدرش رو بدانیم. نشود که به افطاری های مفصل، مهمانی های مفصل، گرچه افطاری خیلی به اصطلاح سفارش شده از روزه انسان کرده، افطاری دادن ثوابش در احادیث بیشتر آمده، ولی نکنم کلهم مشغول اینها باشیم و در خانه هم غذای مفصل، سحری هم مفصل، خوابهای بسیار طولانی، گرچه خواب عبادت هست، ولی استفاده کامل را نتوانیم بکنیم، قرآن خود را نتوانیم تکمیل بکنیم، تدبر در آیات قرآن نداشته باشیم، به احکام بی توجه باشیم، و خدای نخواسته مثل بعضی از جاهایی که مؤمنین ماه رمضان ماه سرگرمی قرار دادند و شبها تا صبح میشینند سریال ها را نگاه میکنند، اینطوری نباشیم. الحمدلله شما مؤمنین نیستید، اما کسان دیگر رو این تذکر بدهید که اینطوری نباشن و با این خواب غفلت یک وقت بگن دیگه فردا عید هست. خیلی ها خوشحالی میکنن که فردا دیگه عید رمضان شد و تمام شد، ولی خیلی ها متأثر هستن دیگه این سفره جمع شد. پس پیام این داستان و پیام بنده این هست که از این لحظه لحظه استفاده بکنیم و نشود که زمان بگذرد، ماه رمضان بگذرد و چیزی عاید حال ما نشود. خداوند انشاءالله این توفیق را عنایت بگرداند، مخصوصا در افطار. از همه شما مؤمنین التماس دعا دارم و اون هدیه‌ای که در اول عرض کردم در آخرم عرض میکنم. طبق روایت هر افطاری یک حاجت برآورده شده در نزد خدا داریم و ما پیش از اینه که افطاری برسد این حاجت رو مشخص بکنیم، هر شب یک حاجت مهم خود را بخواهیم که یکی اونها را حتما برای جاء امام زمان حجت عبدالحسن العسکری علیه السلام رو قرار بدهیم که با آمدن ایشان، با ظهور ایشان همه حاجت های ما برآورده می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.